تیز سوال میگه که مشخص بکن نکره ای رو که وصف شده با جمله. یعنی اینکه باس ما چی میخوایم؟ صفت میخوایم از نوع جمله وصفیه. خب من در صفت از نوع جمله وصفیه دنبال فعل میکردم که قبلش اسم نکره باشه، درسته؟ فعلم و زیرش خط میکشم. ارسلنا که اول جمله است، اصلا به کارمون نمیاد. عصا رو خط میکشیم. ساعت نی جا که اول جمله است به کارمون نمیاد، اینم اول جمله است به کارمون نمیاد. یرتبت رو خط میکشیم. خوب همراه باش، خیلی تست خوبیه این تست. خب قبلش رو نگاه میکنم میبینم که اسم نکره وجود نداره، پس چی؟ به بعدش اصلا کاری ندارم، من دنبال جمله وصفیم. قبل از ولامو نگاه میکنم اسم نکره داریم؟ نه. پس چی؟ آقا ظواهر چیه دوست عزیز؟ ظواهر مگه به کلمه بعد خودش که الف و لام داره هستش اضافه نشده؟ پس میشه معرفه از نوع اضافه معرفه. اصلا ما به اون کاری نداریم که بریم بعدیش. ارسلنا اول جمله اصلا هیچی، قبلش اسمی نیومده که اصلا بررسی بکنم ببینم که معرفه است یا نکره. مثل گزینه 4 الفت و جاءه اصلا نگاه نکن بهش. میام اینجا عصا. آقا رسول الله داره توضیح میده. نه دوست عزیز، فر رو نگاه کن. وقتی که قبلش ف اومده یعنی جمله قبلیه تموم شده، یه جمله دیگه شروع شده. عصا میشه اول جملمون. پس چون اول جمله است قبلش اسمی نیومده که اصلا نگاه کنم ببینم معرفه است یا نکره. پس گزینه 2 رو هم با این توضیحات حذفش میکنیم. گزینه 3 قبلش و اومده و هم مثل همونه. دقت کن، و ف ثم وقتی که میادش یعنی جمله قبلیه تموم شده، جمله جدید شروع شده. پس و هم دقیقا مثل همین فعه میمونه. پس گزینه 3 رو هم رد میکنیم. حالا گزینه 4 رو نگاه کن. یرتبه تو داره چه چیزی رو توضیح میده؟ کتابن که نکره هستش. پس ما اینجا صفت از نوع جمله وصفیه داریم و پاسخ تستمون شد گزینه 4. عجب تست قشنگی بود. یادت نره که تست هایی که برات دارم نکات مهمی رو بیان میکنم چند بار ببینی.